سلام به همه، امیدوارم که خوب و خوش باشید. اول میخواستم تشکر کنم از همه محبتی که تا الان داشتین، همگی همه دوستان، مرسی از همتون و مرسی از بچههایی که توی سایت اومدن، توی سایت فعالیت. اصلا انتظار نداشتم اینقدر فعالیت خوب باشه، مفید باشه و این همه آدم بیاد. در واقع خیلی ناگهانی بود. ما میخواستیم فقط سایت رو تست کنیم ولی دیگه اتوماتیک اصلا انجام شد، یه جورایی روی قلتک افتاد و شروع کرد به در واقع نتیجه دادن و دوستان شروع کردن به فعالیت کردن و این از همه قشنگ تر بود و مرسی از همگی. خب ما توی سایت در واقع صحبت های زیادی داشتیم و یه جایی بود که من یک سری سوالات پرسیده بودم از دوستان در مورد این که دوست دارن در واقع در چه موضوعی بخوایم صحبت بکنیم، در مورد در واقع این داستان میشه گفت ویدیویی که بخواد ساخته بشه در آینده، که در واقع بخواد چه چیزایی داخلش باشه. حالا من یه سری مسائل رو بطرح کرده بودم، دوستان خیلی محبت کردن، مرسی از همشون. من تمام اینا رو که خب سخته توی در واقع یه ویدیو چیز کردن، صحبت کردن، ولی در واقع اینو من سعی میکنم تا جایی که میتونم کاور بدم، بخش بخشش کنم، حداقل چیزهایی رو که دارم سعی میکنم لیست نویسی کنم که بهشون برسم. یکی در مورد، حالا فقط چیزی که پرسیده بودن در مورد گروه، من فقط یه توضیح خیلی سریع بدم که در واقع گروهی که هستش واسه اینه که جپشن رانرز برای کسایی که تو جپشن ادوکیشن فعالن در مورد ویو و پترن های ژاپنی و این خیلی مهمه. تمام ترید های معمولی ایچیموکو، نمیدونم پرایس اکشن، الیوت ویف، حالا هر چیزی، هر سیستم یا هر نوع استراتژی که هست میتونه توی جنرال دیسکاشن باشه و دوستانی که مربوط بیشتر به ویف و پترن هست یا تحلیل های ادوانس ایچیموکو میتونن توی جپشن ادوکیشن باشه. بر اساس پیشرفتی که داره، بر اساس علمی که دارن، ما این نتیجه رو میگیریم که بس بعدم اینا رو در واقع توی ایجیپشن رانرز وارد بکنیم. که توی ایجیپشن رانرز الان فقط 3 تا دوستان فعال هستن که قبل از این وبسایت و قبل از این گروه ما کار میکردیم. ایجیپشن ماسترز هیچ کس توش نیست، چون این دیگه در واقع یه بحث خیلی حرفه‌ای میشه. توضیحی که حالا دوست عزیزمون چی خزایی خواسته بودن در موردشون بدم. حالا بچه ها خیلی نظرات مختلفی بود در مورد دایرکشن لاین، کوالیتی لاین، عدد ها، موج ها، خود ایچیموکو خیلی ها گفتون از اول تا آخر طور توضیح بدین و مسائلی که هستش. حالا که دوستمون هم در مورد مکتی خواسته بودن و اینا رو من سعی میکنم تا جایی که ممکنه حتما چیزی بکنم، کابر کنم، اینا رو یه جا جنبندی میکنم که ببینم توی ویدیو خواهد بود یا نه. بحثی که الان امروز داریم بیشتر تمرکزمون هست توی در واقع و واگرایی ها رو خواسته بودن توضیح بدیم و به خاطر همین من الان واگرایی و سعی میکنم بیشتر روی دایرکشن لاین هم خیلی در واقع صحبت بکنیم. یکی از چیزهایی که داریم ما در ایچیموکو خب خیلی هم در موردش صحبت میشه، من در واقع یه گشت و گذاری هم که این بر اونور توی سایت ها و توی یوتیوب زده بودم، برام خیلی جالب بود دیدن در واقع دوستانی که خیلی خوب در واقع ایچیموکو رو توضیح میدادن و دیدم که بعضی دوستان حتی در مورد واگرایی ها گفته بودن، توضیحات خیلی قشنگی بود. بعضی ویدیوها نه خیلی عادیه، ولی در کل جالب بود که ایچیموکو اینقدر بزرگ شده توی ایران و تونسته این همه علاقه من پیدا بکنه، ولی خب چه بهتر که بتونیم یه دید بزرگتری هم نسبت بهش داشته باشیم. در مورد واگرایی، ما چند مدل واگرایی داریم؟ اگه بخوایم صحبت بکنیم، من میتونم یکیشو اول از همه از چیکو اسپن شروع بکنم
در واقع چیکویی که ما داریم همونطور که گفتیم، یعنی میدونیم در واقع چیکو خب اون برگشتی هست که ما نسبت به گذشته بازار در واقع پرایس میخواد ریاکشنش رو به گذشته بازار ببینه. یکی از چیزهایی که ما توی آینده استفاده میکنیم و توی تحلیل هایی هم که در واقع قرار میدم توی تریدینگ ویو که خیلی تعریفات ویو کاونت بود، ایجیپشن پترن بود و در واقع ما چجوری میتونیم شاید یک سری پروجکشن رو داشته باشیم نسبت به این که ما در واقع میخوایم بگیم که حالت در واقع فرض کنید که حرکتی رو ما وقتی در مارکت داریم آیا این حرکت یه تعادل خوب داره یا نه. اولین تعادلی که ما احتیاج داریم در واقع بهش میگیم که اون فاصله ای که در واقع حالا بعد اینجا بکشم مثلا اون فاصله ای که دو یک لو اول و لو دوم نسبت به هم دیگه دارن که اگر این اعداد یکی باشه و بخصوص اگر توی اعداد جبشیان باشه میتونه یک تعادل خیلی خوب رو نشون بده که در واقع ما میتونیم همچنان انتظاری داشته باشیم که لوهای جدیدتر بزنیم و روند به صورت در واقع نزولی حرکت بکنه. ما وقتی که در حالت نزولی هستیم بیشتر به اندازه لوها کار داریم تا زمانی که این لوها به صورت منظم حرکت میکنن. مثلا به عنوان مثال اگر این 43 باشه، این 43 باشه، این هم 43 باشه ولی مثلا این به 45 برسه یا 52 برسه، برای ما کوتاه‌تر شدنش در واقع نشان میده که همچنان سرعت خریدارها در واقع سرعت خوبیه، هنوز ما توی یک مسیر بلند مدت نزولی هستیم. تا زمانی که فاصله این لوها، اولین قانون این هستش که ببینیم عددهای این لوها از هم فاصلهش بیشتر میشه، یعنی بزرگتر میشن. وقتی که عددها بزرگتر بشن و بگیم داریم به انتهای یک روند نزدیک میشیم، ولی از اون طرف هم میتونیم برای اینکه مطمئن تر بشیم اندازه های ها رو در نظر بگیریم و اگر ببینیم های در واقع به هم نزدیکتر میشه و کوچیکتر میشه و از اون طرف لوها و فاصله بیشتری رو نسبت به هم ایجاد میکنن، میتونیم این صحبت رو داشته باشیم که اوکی ما داریم وارد یک کارکشن بزرگ یا کاملا تغییر روند میشیم نسبت به تایم فریمی که داریم و نسبت به نوعی که به ترید نگاه میکنیم. این در واقع یک اولین دیدی که ما داریم نسبت به در واقع روند تعادل. پس یکی هم عدد بودن این هاست، حتی این اگر 42 43 بود به خیلی حساسیت ما لازم نیست به خرج بدیم، میتونیم 3 تا تا 4 تا در واقع کندهلا 5 تا هم در نظر بگیریم که مشکلی نداره. ولی وقتی این 43 شد، این اگه مثلا یهو شد 45 یا 52 یا مثلا 40 و همون لو بعدی هم ما انتظار داریم، یعنی میتونیم بگیم که اینجوری توضیحش بدیم که اگر این عنوان مثال 43 باشه، این 40 و چه میدونم 7 بشه مثلا اوکی، و اینم مثلا 43 بوده، این 47 و 43 ما میگیم 4 تا با هم دیگه فاصله داره. خب پس من انتظاری که میتونم بگم از لو بعدی دارم اینه که توی 47 آینده بخواد شکل بگیره یا 43 تا، به خاطر اینکه میخوام ببینم این در واقع ویو جدید در واقع آیا تحت تاثیر اون سایکل اول و دوم هستش یا تحت تاثیر سایکل سوم ما قرار داره. بر این اساس میتونم تعادل این ویو رو هم در نظر بگیرم که اگر در واقع بین این حدود بشینه هنوز برای من یک تعادل خوب هست توی مارکت و انتظار در واقع هنوز انتظار روند نزول رو توی این حالت میتونم بگم داشته باشم و دارم ازش. بخوایم اگر چند تا مثال رو ببینیم، مثلا اگر بگم این ویو تا این ویو در واقع 33 تا بوده اوکی، و
و اگه بخوام بگم از این وی از این تا بعدی هم حرکت بکنم 22 تا بوده، پس سرعت من در واقع به نوعی سرعت خوبیه و دوباره از این بخوام استفاده کنم تا این 32، اینو نگاه میکنم و میبینم که هنوز نسبت به اون سایکل قبلی و ویو قبلی که داشتم، اولیه که اندازه گرفتم، حالا من وقتی از بالا تر بیارم داستان فرق میکنه، ولی من حالا هر سوالی میذارم که ببخشید اینجا وارد مارکت شدم و دوباره تا لو بعدی. پس اگر به عنوان مثال بگم که من الان اینجا مارکت هستم، به عنوان مثال میگم که اوکی، من هنوز در واقع توی ریتم نسبتا مناسب دارم حرکت میکنم، 32 33 22، درسته حالا هیچ کنم از عددهای جبشیان نیست، ولی من به عنوان مثال میگم که اوکی، اگر این 32 بوده، این 22 و 33 بوده، اختلافی که ما اینجا داریم تقریبا چیزی حدود 11 تا هستش، 8 هم در واقع اینجا میتونم بگم اختلاف دارم، 32 نسبت به 22 بخشی 10 تا. پس اگر بخوام برم در واقع میتونم بگم 22 تا رو اگه بخوام کم کنم، بگم که در واقع این میتونه توی 22 برای من لو بزنه، اگر مثلا لایو بازار نداشته باشم، انتظار داشته باشم که اینجا بخواد یه لو در واقع برای من ایجاد بکنه به خاطر مسافت کمتری که رفته. اینجا باید 11 تا بوده اگه بخوام همون 11 تا اختلاف رو حساب کنم، در واقع 23 تا اگه درست میگم، آره ببخشید 10 تا، آره 11 درسته، 23، یعنی میتونم بگم اینجا به عنوان مثال من انتظار دارم که یک لوی جدید برای من اتفاق بیفته. اگر به عنوان مثال، حتی اینو باید بیارم جلوتر، 23، اگر اینجاهای مارکت باشم، اوکی، یا حالا اینجاهای مارکت باشم، پس انتظاری که دارم این هستش که اینجا به عنوان مثال یک لوی جدید برای من اتفاق بیفته که حالا میتونیم بگیم یه مقدار تاخیر، ولی همونطور که گفتم ما چند تا کندل رو حالا اونقدر بهش حساس نمیشیم. مهم اینه که اون گام های حرکتی که ما توی مارکت داریم و در واقع بتونیم پیدا بکنیم. حالا انتظاری که باز من دارم، میگم اوکی 33 تا 32 22 تا 33، یعنی فاصله هر گام من یه دونه یه دونه داره کم و زیاد میشه. پس من اگه بخوام این رو ببخشید اگر بخوام این رو به سمت جلو ببرم، در واقع بگم اوکی، پس اگر این لو تثبیت شد، وقتی که تثبیت شدنش انجام شد، اگر بخوام بگم این پس بین 31 اگه بخواد شکل بگیره، اگر بخوام این رو بین 32 تا 31 در نظر بگیرم که یه گام حرکتی بشه واسه آینده‌ای که انتظار دارم برای لو اتفاق بیافته، همونجور که گفتیم لوها اگر سرعتشون تعادلشون به هم بخوره، میدونم که در واقع میخواد یه ریورسی برای من انجام بشه و در واقع صبر میکنیم تا ببینیم که توی 31 یا 32 این اتفاق میفته یا تغییراتی ایجاد میشه بازم، که دوباره میبینیم که این تعادل وجود داره، پس اون گام حرکتی که در واقع ما داریم هنوز یک تعادل نسبتا خوب توش هست و تونست اینجا در واقع برگشت رو دوباره برای ما بزنه. پس این یه حرکتیه که ما برای دونستن روند در واقع مارکت میتونیم ازش استفاده بکنیم و فقط برای گاهی اوقات برای اینکه بدونیم حالا باز تعادل چجوری، هایی ها رو هم میتونیم در نظر بگیریم که آیا این های هم در واقع تعادلی دارن یا خیر، که معمولا من مثلا موج های بالا رو میگیرم، حالا میتونیم با این یا این بگیریم، ولی اگر بخوام همین رو در نظر بگیرم دوباره میتونم بگم که بیارم اشتباه روی این های قرار بدم، بگم که آیا مثلا اینجا یک انتظار های جدید دارم یا نه، ولی مثلا میبینم های جدید یه مقدار زودتر انجام شده، ولی چون که هنوز تناسب لوهای من خوبه زیاد بهش توجه نمی کنم، یعنی به جای 54 در واقع اینجا برای ما تا 34 تا انجام شده. حالا دوباره اگه بخوام بگم
54 یا اگه بخوام دوباره 34 رو بگیرم از این از بعد از 54، یا میتونم بگم 54 یا 34، یعنی انتظاری که میتونم ازش داشته باشم برای که بگم آیا این اتفاق خواهد افتاد برای های جدید یا نه. ولی میگم برای های مهم نیست، مهم اون گام شناسی هست که من در واقع برای خود چیز دارم. پس این دوباره تعادلی که میبینید توی های وجود نداره، یعنی هم 34 رو رد کرد هم به 54 نرسید و ظاهرا یه سوینگ زد. آره که راست یادمون رفت این هم اندازه بگیریم که بخوایم در واقع بدونیم که آیا مثلا توی لو بعدی هستیم یا نه. اوکی اینم اگه بخوایم ببینم که آیا تعادل، پس 22 23 این میتونم بگم 24، یعنی اگه بخوام زیادش کنم، ولی انتظار من بین 22 تا 24 میشه که بگم ببینم توی این گام های حرکتی دوباره لو هستش اتفاق میفته یا نه، که دوباره میتونیم بگیم که اینجا یه تثبیتی به نوع خودش دوباره انجام میده. پس اینجوریه که ما در واقع گام بندی میکنیم و حرکت میکنیم به سمت جلو. این میشه تعادل. پس تعادلی هست که من اینجا ازش انتظار دارم. تا زم و های ها هم میتونم در نظر بگیرم، میگم اما اونجا که گفتم زیاد در واقع واجب نیست و میتونیم اینو فقط داشته باشیم دستی برای اینکه ببینم آیا سرعت تشکیل گرفتن های سریعتر شده یا نه. این یه صحبتی است در مورد تعادل که ما انجام میدیم، و از یه طرف دیگه میتونم استفاده ای که می کنم در واقع خود چیکوسپر هم میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا من خودم شخصا دیگه از چیکو زیاد استفاده نمی کنم، ولی چیکو کاری که میکنه در نظر گرفتنش نسبت به اون کندل های زیرش هستش. ببینید ما یه صحبتی داریم میگیم که توی بحث اصلی ایچیموکو صحبت ما اینه که میگیم اگر چیکو تنکنسن و کیجنسن بالای کندل ها بودن و چیکو هم اگر زیر کندل ها بود، خود بحث اصلی و بیسیک ایچیموکو میگه که ما میتونیم کانتینیوشن سیل رو داشته باشیم و بفروشیم و رو به جلو حرکت بکنیم. اوکی خیالمون از بابت روند راحت باشه. ولی یه بحث خیلی مهمی که چیکو داره در واقع اون حالت دوباره، حالا تقارن. امروز حالا جالب بود، من یک از دوستان هی داشتمش میپرسیدم که مطمئنشم تقارن رو دارم درست میگم یا نه، برام توضیح میداد. یا بگیم تعادل، یا همون حالت میرور آینه شدنش، میرور شدنش که فکر کنم همون تقارن بیشه، و تعادل بودن و نامتعادل بودنشه که چیکو تو این مسئله خیلی خوب میتونه کمک کنه که ما بفهمیم در واقع توی حالتهایی که ما قرار داریم. خب من اگر مثلا به عنوان مثال میگم او چیزو داریم اینجا، ببخشید، اگر بگم که اوکی من این بالای روند به عنوان مثال چیکو رو دارم، خب این الان خب یه پترن خیلی خوبه، ورودی سایدوی همون اندازه رو ما خروجی میتونیم بگیریم. این از این جوجه پترن است که اون وسط خیلی راحت میشه استفاده کرد. خب این آره در ببخشید داشتم مورد چیز میگفتم اصلا پرد شد. ببینید ما صحبتی که داریم میگیم که حالت متقارن بودن نامتقارن بودن. حالا ما یه صحبت کردیم، صحبت هایی که ما داریم میگیم که تنکنسن کیجنسن زمانی که ترن های خیلی سریع میکنن، یعنی در واقع این اگه یادتون باشه تو صحبت های قدیمی که توی سایت هم بچه ها، یکی از بچه ها خیلی روی مسئله صحبت کرد، اون چرخش های خیلی سریع که تنکنسن و کیجنسن انجام میدن که معمولا شکل های اینجوری، اینا معمولا برای ما میگیم یکی از نشونه های برگشت های خیلی خوب هست. حالا اینجا نداشتیم ولی اینجا الان تقریبا داریم. حالا این شکلی که یادتون باشه کیجنسن میگیره، اگر خیلی شباهتش هم به هم زیادتر باشه باز هم قدرت بیشتری داره و از اون طرف اسپن ای، و اگه ما فاصله های اینا رو بگیریم و بگیم که به عنوان مثال اگر یکی از عددهای
ایچیموکو باشه معمولا داره یه قدرت خیلی بهتری هست. حالا این هم تقریبا 9 داریم، 26 هم داریم، بد نبود. 23 تقریبا 5 بود ولی دیگه قابل قبوله. پس یکی از چیزهایی که ما در واقع برامون ایجاد میشه، یک کاری هم که چیکو میکنه بعضی مواقع میتونه تاییدیه بده. ببینید، اگر من زمانی که به کندل ها نگاه میکنم، یعنی زمانی که در نظر میگیرم، میگم که اوکی، این هایی که به مثال من دارم، به خود چیکو میتونم نگاه کنم و میبینم که چیکو هم از اون ور داره خب 100% نسبت به کلوز، حتی به شادو نیست، به کلوز و اوپن کندل هم حالا داره واکنششون میده، درسته؟ ولی همزمان میتونم به زیر چیکو هم نگاه بکنم که ببینم آیا اون در واقع کندل هایی که در زیر چیکو هستن هم همچین حالتی رو برای من به وجود آوردن یا نه. یعنی آیا زمانی که توی چیکو من های میزنم، آیا کندل های زیر پای من هم این اتفاق رو در واقع براشون دارم یا نه. و حالا یه راه سریعترش هم مثلا میشه خیلی سریع یه خط ترند های خیلی سریع کشید و مثلا بگم اوکی، این حالتی که چیکو اسپن داره، این هم حالتی که خود در واقع کندل های زیر پاش دارن، پس این هنوز حالت در واقع مشابهی داره. یه جایی که میاد اینو میتونیم بگیم واسه ما تایید میکنه، مثلا اینجا یه جای خیلی خوب هست، یعنی بگم که اوکی، چیکو در واقع به این صورته، ولی اگه بخوام کندل های بالای چیکو رو نگاه کنم، این در واقع میشه گفت حالت دایورژن داره. ببینید، یه چیزی که خیلی مهمه، نمیخوام بهش نگاه بکنید که چیکو رو برید دونه دونه در بیارید، شما باید به اون محدودتون نگاه بکنید. مثل در واقع اینجا، یعنی من میام به اون محدوده نگاه میکنم که ببینم آیا این حالت دایورژنی برای من ایجاد کرده نسبت به زیر خودش یا نه. خب این اینجا یعنی که ما تعادل داریم، پس نشون میده در حال بازار ما حالت تعادل داریم. زمانی که تعادل تبدیل به غیر نامتعادل میشه، خب، یا تقارن پذیر میشه، اینجا جای یک تغییرات توی بازار به وجود میاد، تغییراتی که ما میگیم داریم، یعنی مثل همون حالت دایورژن. یعنی فرض کنید من خب اگر اینجا رو به عنوان مثال من نگاه، من نمیدونم چون مایکم هی اتوماتیک خاموش میشه، بعد اینو یه چکش بکنم، میگم اوکی، پس من مثلا وقتی های زدم اینجا، کمای من های زده و هایی که اینجا دارم، پس این حالت دایورژن واسه من در واقع نداره، یا حتی اگه بخوام با اینجا مقایسه بکنم، اوکی، این حالت دایورژن نداره، پس این تغییراتیه که من از چیکو خیلی خوب میتونم استفاده کنم. پس زمانی که میگیم حالت تعادل وجود داره، یعنی زمانی که دارم به سمت چیز میرم و میبینم تعادل وجود داره ولی بعدم چیکو ناگهان نامتعادل میشه، مثل اینجا، اینجا جاییه که من میدونم یه تغییرات مهمی میخواد توی در واقع چارت به نوعی شکل بگیره. اینجوریه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای تغییرات اساسی. فقط دونه دونه، بچه ها دوباره میگم، اینها رو دونه دونه نرید بگیرید بگید او این کندل اینجوری شد، الان چیکو اینجوری شد، زیرش اینجوریه، دونه دونه بخواد حرکت کنید، نه. ما اینو برای مسیریابی استفاده میکنیم، یعنی زمانی که میگیم اوکی، اینها مثلا به زیر کما اومدن، حالا اون مسئله ایچیموکو و چیز دیگه که ما داریم، ما زمانی که وارد ترید میشیم، زمانی که کارکشن میخوریم یا تغییراتی که ایجاد میشه، میتونیم اونجاها استفاده کنیم برای این که بدونیم آیا تغییرات اساسی توی چارت میخواد انجام بشه یا خیر. اوکی، یعنی من یه حالت نامتعادل دارم و بعدش وارد حالت متعادل مارکت میشم دوباره. پس نامتعادل یعنی چی؟ نامتعادل یعنی کسایی که خلاف جهت میخوان وارد بشن. ما میگیم خریدار داشتیم، فروشنده ها وقتی میان تعادل مارکت رو به هم میزنن. این یکی از چیزهایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم نسبت به چیکو اسپن که بخواد دوباره ما رو به حالت تعادل برگردونه، یعنی اون قدرتی که توی مارکت وجود داره دوباره وارد بشه برای عنوان مثال روندی که بخواید شکل بگیره. این میتونه یه نکته خیلی در واقع مناسب باشه برای ما.
برای استفاده کردن از اینکه جاهایی که میخوایم تغییراتی به وجود بیاره، تغییراتی رو میگم اوکی من سیگنال اینو میگیرم، سیگنال اینو گرفتم، توضیح دادم، کمای خیلی قوی دارم، آیا اینجا میخواد این اتفاق بیفته؟ نه، میتونم از این حرکت های چیک و اسپن استفاده کنم برای فهمیدن بهتر مارکت که آیا من دارم این حالت تعادل و غیر نامتعادل داره شکل میگیره توی مارکت، یعنی که بدونم آیا داره در واقع شکست های اصلی شکل میگیره. این یه صحبتی در مورد تقارن، نامتقارن، حالا تعادل، نامتعادل و در واقع نوع مدشماری میتونیم در واقع ازش استفاده کنیم. این خیلی سریع، خیلی ساده، شما اگر با اینا بتونید تا رو برقرار کنید، بعدا خیلی مشکلات کمتری دارید با بحث اصلی یا بیسیک خود ویف تئوری، شمردن ویف ها و در واقع فهمیدن اون استراتژی که ما روی ویو داریم که چجوری بعدا اون ویو رو ما استفاده میکنیم برای در واقع در آوردن، میتونیم بگیم که آینده بازار شاید به نوعی. حالا بخوایم اینو بحث داشته باشیم، یعنی توی در واقع فکر میکنم توی، حالا من نمیدونم اگه این کار کنه، آره توی این صحبتی که ما اینجا کرده بودیم، مثالی که زده بودم برای توی تریدینگ ویو گذاشته بودم برای آوزی، این اون بحث در واقع نه خیلی پیش رفته، این حالا تقریبا بحث مقدماتی ویف و سایکل ها هستش که یه سایکل ستایی اول، سایکل ستایی دوم، که ما وقتی که اون سایکل در واقع اول رو طرحش رو میکشیم و اون رو منتقل میکنیم به جلو، چه انتظاراتی میتونیم از مارکت در آینده در واقع داشته باشیم. این اگه دقت بکنیم، ما همین سوینگ رو میاریم اینجا، ولی وقتی که میاریمش میبینیم که سوینگ هایی که مارکت میزنه نسبت به راوند اول یا سه سایکل اول نامتعادل یا متقارن شده. پس این یه تغییریه که در واقع ایجاد میشه از حالت سایبه، ما انتظار داریم به حالت نزولی بریم. پس من انتظارم از مارکت میتونم بگم که اوکی، من این لو اولی که توی راوند اول ما هست 26 تا بوده، یعنی کمتر شده، پس سرعت بیشتره، و لو بعدی من میبینم باز هم سریعتر زده شده، از 26 تا کمتر شد، پس من اینجا انتظار 26 یا 23 که بخوام بگم در واقع یه لو جدید در واقع برای من زده بشه. لو جدید به معنی لوست لو نیست، ما طرح رو کپی میکنیم، یعنی همون سوینگ ها رو به جلو حرکت میدیم که در واقع بدونیم آیا 23 و 26 آیا لوی جدید برای ما زده خواهد شد یا خیر. پس من انتظار دارم که این بخواد حالا تو این منطقه حداقل یا زیرش لو رو بزنه که در واقع بخواد دوباره یه های دیگه ایجاد بکنه و دوباره زیر این یک لو بزنه. حالا زمانی که مسافت اینا، او ببخشید من اینو برعکسشینم، اینجا در واقع های بزنه که در واقع بره به سمت پایین که برای لو اسلو یا لو جدید رو بخواد ایجاد بکنه و در واقع این ببخشید موسم که یه لو بخواد برای من ایجاد بکنه که آیا توی زیر 77 بخواد باقی بمونه. اگر این لو خیلی نزدیک بشه به های که داره میره دوباره حالت تعادل پیدا کنه، پس انتظار من اینه که هرچی این لو بعدی به های این نزدیک تر بشه، انتظار من واسه ریزش هم بیشتر میشه، چون که از حالت نامتعادل داریم به حالت متعادل برمیگردیم. پس اگر این های هی نزدیک تر بشه و بره از اینجا بره بالاتر و بخواد لو رو اینجا به این صورت، یعنی هایی رو ایجاد بکنه بیاد پایین و بره مسافت ما طولانی بشه، باز هم منظورمون این نیست که بخواد برگرده بالا، چون یه نکته دیگه که ما داریم در واقع استفاده این چنل ها هستش که توی کجای جیبوناچی قرار میگیرن. این خیلی مهمه، اینو من الان نمیخوام واردش بشم، این یکم بس بعدم ادوانس میشه برای بچه های جیپشن رانر هستش که ما چجوری از جیبوناچی استفاده میکنیم برای اینکه به چنل های بالا پایین
در واقع این رو بخوایم به نوعی حساب بکنیم. خب برگردیم اینجا، اون حالا فقط یه مثالی بود که بخوایم بگیم. این در مورد گام ها هستش. یکی نکته خیلی مهمی که ما داریم، بچه ها پرسیده بودن در مورد دایرکشن لاین و کوالیتی لاین. کوالیتی لاین من خیلی سریع بگم. ببینید کوالیتی لاین برای ما کراس هاش خیلی مهمه. کوالیتی لاین من خودم روی 63 قرار میدم، دایرکشن روی 218. زمانی که بعضی چارت ها که سرعت زیادی دارن 216 معذرت میخوام، اینو روی 108 هم قرار میدم. ولی جاهایی که بخوام از کوالیتی لاین استفاده بکنم بیشتر برای کراس هستش و بودن کوالیتی لاین توی کومو. تا زمانی که کوالیتی لاین خیلی توی خوب توی کومو حرکت بکنه، من همچنان قدرت روند اطمینان زیادی دارم. برای که کوالیتی لاین مثل جیبوی 63 و چیزی که استفادهش میکنم، اون کراس هاییه که بعدا با تنکنسن و کیجنسن برای تغییر مسیر انجام میده و حالت ساپورت ریسیستنس، یعنی همون تعریفاتی که ما برای تنکنسن و کیجنسن داریم در موردشون و حتی اگر مثلا هم شکلی که ایجاد میکنن توی کوالیتی لاین. خب یه مقدار چون که چند برابره، من انتظار حال هم شکلی ندارم، ولی کراساش در واقع به نوعی برای ما مهمه که همون داستان زیر کومو رفتن، یعنی دقیقا همون تعریفاتی که ایچیموکو برای کیجنسن و تنکنسن داره، ما اینجا برای ایچیموکو هم، ببخشید، برای کوالیتی لاین هم داریم. و یه صحبتی که ما کرده بودیم، هرچی این کراس بالای کومو باشه یا در واقع در زیر کومو شکل بگیره، خب خیلی قدرتش بیشتره، برای ما اهمیت خیلی زیادتری داره. و یکی دیگه این که در واقع کراسی که انجام میشه کراس قدرتمند باشه، که در واقع میتونیم بگیم تاییدیه بخوایم ازش بگیریم. تاییدیه که ما معمولا از کراس ها، یک تیپس های قدیمی بود که ما داده بودیم اگه یادتون باشه، زمانی که خروج شکل میگیره راجبی 12 کندل گفته بودیم که در واقع اون لو قبلی نباید زیر این بیاد 12 همی، در واقع اگه یادتون باشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، که این خوبه، یعنی کلوزی که ما داشتیم در واقع میتونیم ازش استفاده بکنیم، چون که لوی که در واقع کندل ما میزنه از لوی اون 12 قبلی پایین تره، میتونه یه تاییدیه خوب باشه. نمیدونم اینو یادتون هست، توی اون سال قبل گفته بودم که لوی کندل وقتی زیر شکست 12 باشه، این معمولی سیگنال خیلی خوب هست که این ست هم در واقع تاییدش میکنن. این یکی از استفاده که ما از کوالیتی لاین داریم، در واقع میاد اون حالت 63% جیبو رو برای ما تایید میکنه. تا زمانی که توی کومو هستی، زمانی که از کومو خارج میشه، تعریفش مثل کیجنسن میشه، یعنی زمانی که کیجنسن ما فلته، ما انتظار داریم وقتی که تا فلت هستیم ادامه نمیدیم، زمانی که فلت در بیام شروع میکنیم. میدونم حالا در واقع صحبتی که ممکنه پیش بیاد، خب ما میتونیم از کجا بدونیم فلتی در میاد؟ اونم کلکولیشن خیلی راحتی داریم میتونیم انجام بدیم، یا اینکه کلا که جنسن رو به عنوان یه ساپورت ریسیستنس خیلی راحت بتونیم در واقع و با هر های یا چیزی که در واقع بتونیم پول بکش رو در واقع بزنیم. زمانی که کوالیتی لاین به کندل ها نزدیک میشه، این میتونه اولین اختار برای ما باشه که بگیم بخواد این روند شروع به برگشت بکنه. ولی زمانی که تو کومو هست مقدار خیالمون راحت تره. زمانی که بیرون کومو باشه برای ما کوالیتی لاین اختار رو ایجاد میکنه و دیگه خودتون دیگه حالا اون مسئله ساپورت ریسیستنس گیری رو فکر میکنم باش مشکلی نداشته باشید. اوکی؟ ببینید در مورد یه چیز دیگه هم بگم، الان یادم اومد چون که دوستان دیگه پرسیده بود در مورد اعضای چیموکو که آیا غیر از چیکو که آیا اعضای چیموکو در واقع تعادل و نامتعادل بودن ایجاد میکنن، یکی از بهترین همون در واقع خود کیجنسن هست ببخشید، که اونم در واقع به نوعی خیلی خوب اونو انجام میده. و ما در واقع خیلی بهش میتونیم از مواقع میتونیم ترید های نسبتا خوبی رو انجام بدیم، در بخصوص حالت اکولیبریوم، یعنی زمانی که برعکس قرار میگیره ما
میدونیم که اینجا رسیستنسه و وقتی که به بالا میره، یعنی زمانی که اون حالتهای برعکس رو ایجاد میکنه، یعنی اگه بخوام بکشمش، یعنی یه حالت اوپس بخشید، یه حالت اینجوری ایجاد میکنه توی حالت الکولبیوم، درسته؟ و معمولا وقتی اینجاست کندل ها توی حالت مخالف کیجنسن قرار میگیرن. اوکی، این در واقع میشه گفت دوباره اون حالت متعادل بودن یا نبودنشه که تو این حالت ها ما نسبت میگیم که اگر اسپن بی ما فلت باشه معمولا کندلا بالاش باشن، انتظار داریم یه حرکت در واقع رو به بالا ما با این داشته باشیم. یه در واقع صحبت بود من قبلا کرده بودم که تو این حالت ها ما میتونیم اندازه، خیلی چیز نیست، حالت اسکلپینگه، ولی اندازش رو میتونیم بگیریم. یعنی مثلا بگیم اوکی این الان فکر کنم چند بود، 41 بود. اوکی، از اینجا میتونیم در واقع 41 دوباره حرکت بکنیم برای فروش توی حالت برعکسی که برای ما به وجود میاد. اوکی، و اگر فاصله اینو تا اینو در نظر میگیریم، اگر فاصله جدی که با انجام میشه همون 41 تو محدوده 41 و 42 بود، ما میتونیم حس اینو داشته باشیم که بخوایم دوباره یک فروشی رو دوباره تا کیجنسن داشته باشیم که منظورم زیرشه در واقع، که این اینجا اتفاق نیفتاده. پس من باش کاری ندارم، دوباره میگم اوکی مثلا اینجا اگه بخوام فاصله لو رو در نظر بگیرم، دوباره پیش خودم میگم حدود 62 تاست. اوکی، پس صبر میکنم تا بعد کراسی که در واقع ایجاد بشه دوباره 62 تا میتونم این بالا این حرکت بکنم. یعنی در واقع کیجنسن یک حالت نیمه، مثل حالت 52% جیبو رو میاد ایجاد میکنه. یعنی من زمانی که کیجنسن رو در نظر بگیرم، در واقع ترید یه حالت دو برابر یا یک برابر میاد بالای کیجنسن ایجاد میکنه، چون این حالت اکولیبریومه و من انتظار ندارم که فعلا از اون خارج بشه تا زمانی که تاییدیه نهایی رو ما در واقع دریافت بکنیم. خب این میشد در مورد کیجنسن. یه حالت در واقع توضیحشو براتون دادم. این توضیح چرا دادم؟ برای اینکه الان بخش صحبت دایرکشن لاین خیلی مهم میشه. ببینید بچه ها، وقتی که دایرکشن لاین توی مسیر حرکت میکنه و ما یه حرکت نزولی به این شکل پیدا میکنیم و به زیر دایرکشن لاین میایم، یعنی چیزی که من احتیاج دارم، یکی از استفاده که از دایرکشن لاین میکنم، حالا غیر از فلت هایی که برای ساپورت سیستنس آینده میشه، یکی تغییر مسیری که ایجاد میکنه. زمانی که تغییر مسیر ایجاد میکنه و یه فلت خیلی بزرگ ایجاد میشه مثل این، خب این دقت کنید، فلت هایی که توی بالای کمای سعودی یا مثلا زمانی که ما نزول ایجاد میکنیم، این فلت ها معمولا ایجاد میشه. حالا مثال های چند تا مثال دیگه هم سعی کنیم میزنیم. تو این حالت این در واقع دوباره چنل ما، سایکل ما به دو بخش تقسیم میشه. خب یعنی زمانی که در واقع این اتفاق میفته، این به دو بخش تقسیم میشه. وقتی که به دو بخش تقسیم میشه، این میشه مثل یه حالتی که ما میایم در واقع از لو به های وصل میکنیم که بخوایم 52% یا 60% جیبو رو بگیریم. یعنی این همون کاره جیبو رو برای ما انجام میده و نوعی که ازش میشه استفاده کرد در واقع اون مسافتیه که مثل همون حالت کیجنسن که براتون در واقع توضیح دادم. پس اولین کاری که میکنم، میام میگم اوکی من از این تا حالا کمو هم میتونه باشه برای سیف بیشتر، من خودم بیشتر کمو رو در نظر میگیرم، ولی اگه بخواید چیز کنید میتونید با احتیاط، حالا با چیزایی که میخواید، مثلا بگید که اوکی این محدودیه که من انتظار دارم در واقع ترید باهاش پایین بره، ولی من خودم شخصا کمو رو میگیرم. اوکی، یا میتونید جایی رو بگیرید که
در واقع های های بیشتری ما داشتیم، یعنی به جای اینکه این به سمت بالا رفته باشه، مثلا من میگم اوکی اینجا چند تا هایس های داشتم، ولی به خاطر اینکه اینها نزدیک به هم دیگه بوده، مثلا اینجا برای من سیف تره. اگه چون دیدید من اولیاری که گذاشتم خیلی به پایینش نرسیده بود که در واقع بخواد یه چند تا پیپ کم آورده بود، بخاطر میگم با احتیاط باید برید، ولی سیف ترینش در واقع کمو میشه، که در واقع چون کمو میگیم بر اساس دوباره فیلتر کردن اون اتفاقات مارکته، پس بهترین هایی رو به ما داده که تقریبا همونی میشه که توی چارت به وجود اومده بوده. نه خودم شخصا وقتی که تثبیت شد، که تثبیت شدن هم مشخصه، یعنی دوبار بهش زده نتونسته چیز بکنه، این میتونه یه در واقع تیپی خیلی مناسب باشه واسه ما، و بعدش من میتونم این رو دوباره بالای همین قرار بدم، مثل همون حالتی که ما تو کیجنسن داشتیم. یعنی زمانی که میبینم تثبیت میشه بالای این، دوباره میبینم یه ساپورت خیلی خوب شد، در واقع به همون اندازه میتونم دوباره تیپی بذارم، و زمانی که فلت های اینجوری میده، حالا بتونم بگم وقتی که به اینجای مارکت رسیدم و تثبیت شده، میتونم از خود اینم استفاده کنم، چون میبینم یک دوباره فلت داده، حالا از میتونم لوهای این استفاده کنم یا از دوباره کمو استفاده کنم، که بگم اوکی حالا به جای اون من میتونم مثلا این رو بگیرم به عنوان تارگت نیمه دومی که من میخوام شکل بگیره. یعنی دوباره اگه بخوایم بگیم به چه صورت میشه، میگیم که این حالت در واقع ترید ما هستش، روند ما هستش، ولی در واقع حالتی که دایرکشن لام برای ما ایجاد میکنه یه حالت در واقع مخالف هست، نامتعادل یا متقارن هست، حالا اگه دارم درست میگم فارسیشو. خب من روز با این دوتا کلمه متقارن چقدر مشکل دارم. این استفاده ای که ما از دایرکشن لاین میکنیم، پس به اون به خصوص بعد از یک روند، اینا خیلی برای ما مهمه. زمانی که روند خیلی طولانیه، دایرکشن هم فلت میشه و تثبیت میشه اولین لو، ما اینجا میتونیم روی زیگزاگ هایی که اتفاق میفته خوب کار بکنیم و روشون انجام بدیم. حالا میبینیم اینجا تقریبا یه حالت ساید وی بوده، حالا اگه بخوایم خیلی ریزترش کنیم تو تایم پایین تر، نه اینا میتونه خودش یه مسیر نسبتاً خوب باشه، ولی دایرکشن لاینی که اینجوری بیاد بالا برای ما خیلی بهتر از مثل اون قبلی که بهتون نشون دادم. ولی خود این فلت ها هم میتونه به نوعی استفاده بشه، ولی این خیلی بهتره چون این خیلی فلت بزرگتریه. این فلت هم بد نیست، میشه استفادهش کرد، و این یکی از اون استفادهایی که ما از دایرکشن لاین میکنیم، و دوباره خروجهایی که میزنه از در واقع کومو و میخواد ادامه مسیر بده. اوکی حالا اگه بخوام دوباره مثال پیدا کنم، اگه بخوایم مسیر یا حالا اگه تو تایم کوتاه‌تر بخوایم دوباره حساب بکنیم، اینجا تقریبا بد نبوده، تقریبا حالا چون نصفش داخل کومو هست نصفش بیرونه، ولی چون فلت خیلی قوی بوده، ما میگیم نیمه بالا رو به پایین منتقل میکنیم برای همون مثالی که براتون زدم، و دوباره اینجا هم که به احتمال زیاد همون اتفاقاتی که دوباره همون حالت رو میتونیم استفاده کنیم. اینه که از اون استفاده که من از دایرکشن لاین میکنم برای فلت های بزرگی که داره، دوباره اندازه گیری میکنیم و نیمه بالا رو به نیمه پایین در واقع منتقل میکنیم برای حساب و کتابی که داریم. غیر از اون حالا دایرکشن لاین مسیر، یعنی زمانی که ما میگیم میخوایم مسیریابی کنیم باهاش، زمانی من میدونم یه ادامه روند نزولی خواهد بود که دایرکشن لاین هم این رو تایید بکنه، ولی زمانی که خلاف در واقع روند به خصوص برای من پله میزنه، زیاد بهش اطمینان نمی کنم، سعی میکنم منتظر بمونم که خودش رو به پشت کمو بیاره که بخواد در واقع تغییر مسیر رو بده. یعنی یکی از بهترین حالتهایی که داره، باید صبر کنیم که زمانی که فلت شد و تاییدیه ادامه بلند مدتی ترید رو برای ما صادر بکنه، که دوباره اینجا بر نگرده و بخواد نیمه دوم رو برای ما
شکل بده. خب این شد یه مسئله. حالا ممکنه کسی بچه بگم من کجا میدونم این نمیخواد بریزه. بچه دوباره میگم یا کنین، ما وقتی که حد رو در نظر میگیریم و به پایین انتقال میدیم، میگیم اوکی مثلا اینجا میشه تی پی اول ما. حالا اینجا ما بقیه دانسته هایی که داریم، سیگنال هایی که داریم و ساپورت سیستم هایی که نزدیک داریم دیگه استفاده میکنیم بعد از بریک یا پول بک ها برای شکستن ادامه روند، و خود دایرکشن لاین که بیاد و پشت کمو قرار بگیره و بخواد به صورت نزولی در واقع حرکت بکنه. یعنی اوکی من اینجا مثلا یه سری ساپورت قوی دارم، خود دایرکشن لاین هست، حالا کمو هست اگه بخوام استفاده بکنم، چیزی که الان نزدیک مارکت هست، خب مثلا از این استفاده میکنم که پول بکو بزنه بخواد برگرده. دیگه همون قوانینی که همه میدونید، حالا من نمیخوام وارد پرایس اکشن و چیزای دیگه بشم، و در واقع بخوام بگم کوالیتی لاین هم اوکی توی کومو هست، کیجنسن تنکنسن دارن تایید میکنن، بخاطر این بعد از هر پول بک میتونم وارد بشم و و و و چیزایی که هستش استفاده میکنیم. و حالا در مورد چیکو اسپند دایورژنش هم گفتم، کومو دایورژن هم که فکر میکنم همه خیلی بدونن. حالا اگر بتونم اینجا چند تا مثال پیدا بکنم به عنوان دایورژن خوب براتون حتما میگم، ولی فعلا چیزی میتونم بگم دیده نمیشه نه، ولی پیدا کردم حالا توی یه چیز براتون میگم. معمولا تو تمای پایینم، حالا چون حرکت سریعتر دایورژن خیلی سریعتر اتفاق میفته. اوکی ولی خب دایورژن، حالا اگه دیدم براتون مثال میزنم. اوکی اوکی یه دایورژن الان اینجا دیدم. خب یکی از دایورژن هایی که ما داریم استفاده میکنیم، حالا یکی کمای هم رنگ هست، حالا من بخوام این رو در واقع در نظر بگیرم، میگم اوکی نسبت به در واقع هایی که برای ما زده و در واقع این کمو هستش، یعنی کمای نزولی که در واقع میاد بالاتر از یک کمای سعودی قرار میگیره. اوکی در آینده میام به عنوان مثال من این هایی رو میزنم و میخوام بگم که در اینجا اگه بخوام در نظر بگیرم 26. اوکی همین هایی رو برای من میزنه، ولی من این رو به عنوان یک کمای نزولی، این قسمت برای من یه حالت دایورژن داره. و علتش چیه؟ علتش اینه که نگاه کنید، من اگر این رو بخوام با کمای قبلی در نظر بگیرم، خب های هایی که برای من زده میشه در واقع بالاتر هست اینجا، درسته؟ یعنی یه حالتی هست که من انتظار دارم اسپن A باید بالا باشه، اسپن B باید پایین باشه. اشتباه نکنید، منظورم این نیست که بگم اینا حالت سعودی داشتن نسبت به های، درسته؟ یعنی میخوایم بگیم پرایس اکشن، یادتون باشه ما میگیم کومو میاد حرکت های بازار رو فیلتر میکنه که واقعیت مارکت رو ما نشون بده. یعنی بخوایم بگیم که تو حالت نزولی یا سعودی هستیم، وقتی یک کمای نزولی میاد و بالاتر یک کمای سعودی قرار میگیره، این برای من یه حالت تقریبا دایورژن ماننده، یعنی یه حالتی ایجاد میکنه که میگه یه در واقع تغییر نامتعادلی توی مارکت هست. چجوری میشه یه ها مثلا یه کمای نزولی بیاد، چون نزولی تعریفش اینه که باید پایین کمای سعودی باشه، درسته؟ پس این یه حالت دایورژن شکلی هست که کومو برای ما ایجاد میکنه. و حالت دایورژن های خیلی عادی دیگه هم که داره، مثلا اگر این پرایس اکشن های سای هست و به عنوان مثال بیاد و یه کوموی پایین تر بزنه، که بخوایم در نظر بگیریم که اوکی مثلا این یه حالت دایورژن هست. و حالت دوم اینه که مثلا دوباره یه به این صورت پرایس اکشن ما هست، ولی کمایی که مایک من دوباره خاموش شد، کمایی که شکل میگیره به عنوان مثال این کمای اول بالات در واقع پایین تر هست و کمای دوم بالاتر قرار میگیره. خب یعنی برعکس دیگه، همون حالت دایورژن میشه. اینم یه حالتی که ما از کمای استفاده میکنیم برای دایورژن گیری. خب این الان یه نمونه خیلی خوب بود اینجا که گفتم اونم براتون توضیح بدم. خب پس در واقع گام های تعادل دار
چیکو حالتی که دایورژن ایجاد میکنه یا حالت تعادل مارکت که به هم میخوره رو نشون میده. دایرکشن لاین اصلی ترین قسمتی که ما از دایرکشن لاین استفاده میکنیم برای مارکت. کیجنسن توی حالت اکولیبریوم اگر بخواید با احتیاط یه سری در واقع ترید ها رو باش بگیرید، برای مثال بخواید باش پوزیشن های کوچیک ببندید، اونم توضیح دادم که تو حالت تقارن و متعادل و نامتعادل چجوری عمل میکنه. و یک توضیح خیلی سریع هم در مورد دایورژن هایی که کمو میده. ببینید لازم نیست ما خیلی وقتا در واقع ریز بشیم توی اتفاقاتی که میفته، چیزهایی که بخوایم بگیم خیلی تاثیر داره. حالا به عنوان مثال اگه بخوام بگم، اینجا هم حالا میشه گفت حتی حالت دایورژن بوده نسبت به این لو، حالا شادو رو اگه بخوایم حساب بکنیم، ولی اگه بخوام کلوز رو در نظر بگیرم شاید نه، ولی اگه بخوام محیط رو در نظر بگیرم ما کاملا داریم اینجا دایورژن رو به نوعی تو حالت نزولی داریم میبینیم با همون داستانی که براتون تعریف کردم، یعنی نزول زدن، ولی در واقع حالت برعکسی که توی شکل گرفتن کمو ایجاد میشه. اینجا هم دایویژن نسبتا خوب بوده. من باز سعی میکنم تو ویدیوهای آینده براتون باز مثالهای بیشتری بزنم. یکی از چیزام هست که من نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه. اگر در این مورد سوالی داشتید بازم بپرسید. یه صحبت دیگه هم فقط خیلی سریع، بچه ها گفته بودن که ایچیموکو خیلی قشنگه، چجوری نمیدونم چی کار میکنی. خیلی ساده است، یعنی توی خود کومو شما میتونید اینجا ترانسپرنسی ها رو در واقع کم رنگ بکنید که یه مقدار در واقع شکل کومو قشنگ تر بشه. حالا من خودم رنگ های دستی اومدم تنظیم کردم و خط هایی که برای اسپن A و B هستش، اینجوری میتونید یه مقدار شکل کومو رو شیک تر و قشنگ ترش بکنید. اوکی، امیدوارم حالا این ویدیو فعلا خوب شده باشه و بقیه سوال هایی که داشتید سعی میکنم چیز کنم دوباره یا براش ویدیو بسازم، یا حالا ما اعلامیه‌اش رو میذاریم توی وبسایت شنبه شب به احتمال خیلی زیاد. ما ساعت 8 شب یه لایو یوتیوب داریم با 3 4 تا از بچه‌ها، میخوایم یه حالت پادکست خیلی کوچیک داشته باشیم، میخوایم امتحان کنیم برای اولین بار ببینیم چه جوریه و ببینیم چی میشه. شنبه شب میبینمتون، شاید بعضی از سوال‌ها هم اونجا در واقع براتون جواب دادم. مرسی از همتون، فعلا خدا نگهدار.